کتابخانه مطالعات ایرانی در شهر لندن هستیم که در این روزها میزبان نمایشگاهی از نقاشی‌های آبرنگ خانم هایده بابایی است. شما با موسیقی قدم به جهان هنر گذاشتید. چی شد که بعد رفتین سراغ نقاشی؟ آیا در موسیقی کمبودی دیدید؟ من در موسیقی هیچ کمبودی رو ندیدم و خوشبختانه برای نقاشی احساس کردم که این مکمل نقاشی من هست و باعث میشه که من تمام بالا پایین رفتن‌های این موزیکو روی توی نقاشیام نشون بدم و حس خودم رو به بیننده القا کنم. نقاشی رو با رفتن به کلاس‌های آقای آقاشلو شروع کردم که اونم واقعا یه اتفاق بسیار مهم بود تو زندگی من، برای اینکه یکی از دوستامون من معرفی کرد به آقای آقاشلو و من رفتم و تکنیک‌های مختلف رو یاد گرفتم، طراحی‌ها رو یاد گرفتم. بعد به یه نقطه رسیدم که باید سبکم رو انتخاب می‌کردم و تکنیک اصلیم رو انتخاب می‌کردم که بشینم دیگه قشنگ کار بکنم و آبرنگ رو انتخاب کردم و ایشون منو معرفی کردم به آقای خرم‌نژاد خدا بیامرز. رفتم پیش ایشون تا قبل از اینکه بیام لندن اونجا تکنیک‌ها رو یاد می‌گرفتم. چقدر این آقاشلو روی کار شما تأثیر گذاشت؟ من از کارهای آقای آقاشلو خیلی الهام گرفتم، تأثیرگذار بود روی کارهای من، برای اینکه در همون موقع هم تاریخ هنر درس می‌دادن و باعث شد که یه جرقه باشه توی کارهای من که من برم دنبال مطالعه سبک‌ها رو ببینم چی چیه که بتونم یه سبک درستی رو انتخاب بکنم. من این نقاشی‌ها رو بسیار پسندیدم به لحاظ شخصی، اول اینکه ترکیب رنگ‌ها و فضاهایی که ایجاد کرده، یعنی اون چیزی که در نقاشی مدرن مطرحه، به بهترین شکل صورت گرفته. یعنی تابلوهایی هست که شما با هر کدوم اینها میتونید یه رابطه عاطفی و فضایی برقرار بکنید. به این معنا فضایی که میگم یعنی نه آسمانی، به این معنا که فضایی رو به یاد شما بیاره، شما رو در دنیایی قرار بده که شما یک تجربه های نیمه تجربه های از اون فضا رو دارید به شیوه تکمیل شده شد در این تابلوها می‌بینید. این به اعتقاد من خیلی شیوه گویایی برای کارهای هنری یک هنرمندی که بتونه به این خوبی و آسانی با مخاطب ارتباط برقرار کنه. کسانی که ابستراکت نقاشی میکنن اصولا به خاطر اینه که دنیا رو همچین زیاد
ساده نمیبینن، بلکه یک چیز پیچیده میبینن. شما هم نقاشاتون همش ابستراکته، واقعا یک پیچیدگی در حول و حوش خودتون میبینید. من تو ایران که آبرنگ کار میکردم سبکم رئال بود تا قبل از اینکه بیام اینجا، ولی بعد که اومدم اینجا احساس کردم که من نباید توی جایی گیر بکنم، باید یه مقداری فراتر از این جاها برم تکنیک های مختلف رو یاد بگیرم، سبکار یاد بگیرم، هنرمندار رو بشناسم. و این خودش باعث میشه که خیلی ذهنم رو باز کنه. و رفتم و یواش یواش مدرن آرت رو انتخاب کردم و تا الان سبک آبستره رو دارم ادامه میدم. آبستره یه سبکیه که اصلاً شما تعهدی ندارین که به شکل یک چیز مشخصی، به شکل یک چیز مشخصی که فرزن مثل گلدون، گل، درخت یا همچین چیزی رو بکشین. اصلاً شما تمام تمایلاتتون رو که در ذهنتون تراوش میکنه میتونین با رنگ نشون بدین، با خط نشون بدین و فرم هندسی باش رو ایجاد کنین. من میتونم با رنگ، با خطهای مختلف، پهن، ظریف، اینا شارپ و انحنادار بگم که آقا من اینجا خیلی عصبی بودم، خیلی شارپ بودم، خیلی عصبی، در واقع آروم بودم، ریلکس بودم. اینا رو میتونم به بیننده القا کنم و بیننده خودش تفسیر باید بکنه که چی در ذهنش میگذره در مورد کارهای من. والا چیز اولی که من خیلی پسندیدم تو اینا رنگ‌آمیزی فوق‌العاده است که کار برده. این هارمونی رنگ‌هاش فوق‌العاده است. ولی کلاً فکر می‌کنم که در مجموع نقاشی‌ها که نگاه می‌کنیم یک ذهن شلوغی نقاش داره که در تمام این نقاشی‌هاش به نوعی اون ذهن به اصطلاح تأثیر گذاشته، ولی کارهای فوق‌العاده خوبیه. همچون که گفتم مثلا رنگ آموزیاش خیلی فوق‌العاده است. از کنم که خیلی مشکله که یه نفر برای کار یک نفر دیگه نظر بده، چون هم اون نقاش شخصی میکشه، همون که نگاه میکنه شخصی نگاه میکنه. من به طور کلی در کار ابستراکت به زیاد چیز نیستم، نه تخصصی دارم نه علاقه دارم، ولی بعضی ها چشمگیره. دو سه تا از کارها واقعا جالب، یک رمز داره که خود نقاش بهتر میدونه و تفسیرش میمونه به عهده جدول. قیمتاشو نگاه میکردم بعضیا رو مناسبه، ولی دوستی پرسید که ارزونه یا گرونه، گفتم هنر رو برای آیندهش میخرن در بازار به عنوان اینکه نقاش چقدر مشهور میشه در آینده. ولی به طور کلی واقعا لذت بردم و کار بسیار دقیق و خوبیه. یعنی ترکیب رنگ ها مخصوصا بسیار چشمگیره در این نمایشگاه کوچک ولی به هر حال پرمعنی و خیلی پرمحتوا بود به نظر من نمایشگاه.